پنجمین روز مهر ماه برابر با 27 سپتامبر سال 1068 خورشیدی برابر با 1689 میلادی، آغاز سلطنت رسمی پتر کبیر، امپراتور معروف روسیه که در مسکو به دنیا آمد ولی نیابت سلطنت بر عهده خواهرش صوفی قرار گرفت. پس از آن که خواهرش به نیابت سلطنت رسید، او را به قریه‌ای در نزدیکی مسکو فرستاد که این امر باعث تربیت روحی و اخلاقی پتر شد. خواهر پتر در صدد تقویت حکمرانی خود بر روسیه تا پایان عمر بود، ولی از پتر شکست خورد و پتر پس از این واقعه رسماً به سلطنت نشست. وی تصمیم گرفت تا مردم عقب مانده کشور خود را به سوی تمدن غربی رهبری کند. بنابراین با یورش به امپراتوری عثمانی و دیگر کشورهای غرب در اخذ و فراگیری فنون و مهارت‌های آنان تلاش نمود. او همچنین تعداد زیادی از هنرمندان و صنعتگران کشورهای غرب را به روسیه آورد و آنان را به کار گمارد. هرچند در اواخر سلطنت پتر کبیر روسیه یکی از ممالک بزرگ و قدرتمند به شمار می رفت، اما در اخلاق واقعی و صفات و روحیات ملی و طبیعی افراد تغییر فوق‌العاده‌ای حاصل نشده بود. پتر کبیر سرانجام در 53 سالگی به مرض زاتوریه درگذشت. سال 1204 خورشیدی برابر با 1825 میلادی، آغاز به کار اولین راه آهن جهان در انگلستان. نخستین راه‌های ریلی با ریل‌های چوبی ساخته می‌شد و واگن‌های اسبی بر روی آن حرکت می‌کردند. در قرون 17 و 18 میلادی این قطارها برای حمل زغال سنگ و سنگ معدن به کار می‌رفت. در قرن 18 هم که مخترعان انگلیسی، فرانسوی و آمریکایی مشغول آزمایش لوکوموتیو‌های بخار شدند، ریل‌های چدنی جایگزین ریل‌های چوبی گردید. استفاده از ریل‌های چدنی دامنه بکارگیری راه آهن را به کارهای غیر معدنی نیز کشانید. با کشف نیروی بخار، نخستین راه آهن برای حمل مسافر و کالا که با نیروی بخار کار می‌کرد در انگلستان به کار افتاد. راه آهن به سرعت در اروپا رواج یافت و کشورهای گوناگون از آن بهره بردند. راه آهن در حال حاضر یکی از راه‌های اصلی حمل و نقل کالا و مسافر است که سهم عمده‌ای در این جابجایی دارد. سال 1328 خورشیدی برابر با 1949 میلادی، انتخاب شهر پکن به عنوان پایتخت کشور جمهوری خلق چین. شهر پکن در چین یکی از شهرهای قدیمی است که سابقه آن به بیش از 1000 سال قبل از میلاد می‌رسد و سابقه پایتختی آن را می‌توان از سده‌های اولیه بعد از میلاد به حساب آورد. در قرن 13 که مغول‌ها سرتاسر چین را تصرف کردند و سلسله یوآن را تأسیس نمودند، بخشی از این منطقه را خانبالغ نامیده و به پایتختی برگزیدند. اما در زمان سلسله مینگ مرکزیت چین در پکن تثبیت گردید. این وضعیت تا اوایل قرن 20 ادامه داشت و به دنبال اعلام حکومت جمهوری جدید توسط ملیگرایان، حکومت ملی شهر نانکینگ را به پایتختی انتخاب نمودند. بعد از پایان جنگ جهانی دوم و خروج ژاپن از چین، گروه‌های معارض داخلی شامل کمونیست‌ها و ملیگرایان رویاروی یکدیگر قرار گرفته و پس از شکست ملیگرایان و پناهنده شدن آنها به تایوان، سرزمین گسترده چین به تصرف کمونیست‌ها درآمد و در آستانه اعلام حکومت جمهوری خلق چین، شهر پکن به پایتختی برگزیده شد.